الرحمن الرحیم. در این چند جلسه اخیر هم به مناسبت زمان و هم به مناسبت نوع تفکر و حال و وضع فکری که بهش رسیده بودم، بیشتر مباحث درباره تشیع مطرح شد. یکی البته اساس مسائلی که درباره تشیع اینجا مطرح کردم، اولش این تیترها را عرض میکنم برای اینکه اگر از خانم ها و آقایان کسانی خواسته باشند مسئله بررسی علمی و جامعه شناسی تشیع با اون زاویه دید خاصی که من دارم مطالعه بکنند، این عنوان ها را عرض میکنم تا بتونن به سادگی تهیه بکنن و با مطالعه مجموعه این مباحث که ابعاد گوناگون مسئله را تشکیل می‌دهد، بتوانند یک قضاوت کلی و کامل درباره مذهب شیعه بکنند. البته با این دیدی که من دارم و با اون ملاکی که می‌سنجم. مهمترین مبحثی که سال گذشته در اینجا شروع کردم در ظرف دو یا سه جلسه به نام فلسفه سیاسی و جامعه شناسی امت و امامت بود. جامعه شناسی امت و امامت که یک بحث جامعه شناسی درباره امت بود که اصلا امت چی هست و در برابر بینش‌های جامعه شناسی مختلف و تلقی‌های گوناگونی که در مکتب‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف بشری از جامعه وجود داره، امت که جامعه ایدئال و جامعه نمونه اسلامی هست چه وضعی داره و چه شکلی و بر اساس چه ابعاد و پایه‌هایی، و بعد ضرورتاً به این نتیجه رسیدم که اساساً وقتی امت مطرح میشه جبران امامت مطرح میشه. یعنی امامت یک رژیم اجتماعی سیاسی و فکری خاص و لاینفک جامعه امت است. جامعه مسلمین عبارت است از جامعه ای که مسلمان ها در زندگی میکنن با هر رژیمی، با هر نظامی، با هر شکل اجتماعی یا شکل اقتصادی، میشه جامعه مسلمی. در برابر جامعه مسیحی، در برابر جامعه بودایی است. یعنی اجتماعی از بودایی ها، اجتماعی از مسیحی ها، اجتماعی از مسلمان ها. اما امت اسلامی بر اساس اون موازین یک جامعه خاص با یک روابط خاص و نظام های خاص و گروه بندی اجتماعی خاص و ابعاد و اشکال خاصی است که ضرورتاً از متن امت امامت منشعب میشه. و بنابراین امت امامت برخلاف مباحثی که، یعنی غیر از اون مباحثی که تا کنون مطرح شده تو ذهنای ما هست، یک نظام اجتماعی خاص بر اساس یک مکتب خاصه و اعم در برابر نظام های دیگه مثل اریستوکراسی، دموکراسی، اولیگارشی، مونارشی، دیکتاتوری، در برابر اینها اصولا امامت یک رژیمه و یک نظامه. این بحث اساسی طرح تشیعه که خط درشت این سیمای تشیع اینه. بعد مباحث که درباره حضرت امیر سال پیش داشتم، یکی علی تنهاست،
که خود به خود شناخت علی شناخت تشیعه و شناخت چنان که شناخت پیغمبر اسلام شناخت خود اسلامه. علی تنهاست و بحث دیگه علی حقیقتی برگونه اساطیر، یک حقیقتی به شکل خدایان اساطیر که اونها حقیقت ندارند. و کنفرانس دیگه علی انسان تمام، و یک بحث دیگه ای که مکمل همه این مباحثه جبر فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی، که این فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی متصل میشه به امامت شیعی و فلسفه انتظار شیعی که مجموعاً یک فلسفه تاریخ خاص میسازه در برابر فلسفه های تاریخی که در دنیا وجود داره، مال هگل، مال مارکس، مال سارت، یا فلسفه های تاریخی که مذاهب دارن مثل فلسفه تاریخ بودا، فلسفه تاریخ زردشت. امسال باز در دنباله و مباحث بحث اساسی که مطرح کردم یکی فلسفه انتظاره. به طور کلی فلسفه انتظار تحت این عنوان که انتظار مذهب اعتراضه، چون این جلسه گرچه روز عزاست و سوگواری عمومی ولی چون برنامه من برنامه اختصاصی بوده، بیشتر خانم ها و آقایانی که شرکت کردن از کسانی هستن که به این مباحث این شکلی علاقه‌مندن، اینه که من یک و امروز تقریبا روز آخریه که من سخنرانی عمومی میکنم، میخواستم یک طرح کلی از همه این مباحث بدم برای مطالعه که اینجور جلسات اینجوری ابتر و عقیم نمانه و فقط به یک برداشت های احساسی موقتی اکتفا نکنه و در میان چند هزار نفر اگر چند نفر دنبال این کار رو بگیرن و اون ایده های اساسی و طرح‌های اساسی که اینجا مطرح شده با تحقیق و مطالعه و بررسی ادامه بدن، این ارزشش بهتر از صدها جلسه گرم و پرشکوهه. انتظار مذهب اعتراض، یعنی درست برعکس اون چی که باز در تلقی های ما هست، هم مؤمنمون و هم کافرمون، که انتظار فلسفه تسلیمه و فلسفه تمکینه و مذهب منفیه، برعکس انتظار مذهب اعتراضه. و برای این اساس که اصولا آدم منتظر یک حادثه یا یک ظهور آدمی است که به اون چه اکنون هست راضی نیست و الا منتظر تغییر نیست، خوشنود در انتظار تغییر نیست، ناراضی در انتظار تغییره. بنابراین خود انتظار داشتن در ذاتش نسبت به وضع موجود اعتراض داشتنه. و تمام مسائلی که در فلسفه انتظار و اعتقاد انتظار در مذهب شیعه مطرحه، من از نظر فقط و فقط تحلیل جامعه شناسیش و تاریخیش و طبقاتیش بحث کردم و اساسی ترین بحثی که در تمام مدت داشتم که کلی تر از همه این بحث هاست، یعنی در برگیرنده همه این مباحثه، حتی بسیاری از مباحثی که هنوز فرصت نکردم مطرح کنم، این کنفرانس اخیر تحت نام تشیع علوی و تشیع صفوی بود که من خواهش میکنم از کسانی که به هر حال بیش و کم به این مباحث علاقه مندن
چه اونهایی که با طرز تفکر من موافقند و چه اونهایی که موافق نیستند، هر دو این کنفرانس رو مطالعه کنند و بخوانند. یعنی بررسی اصول اساسی اعتقاد در مذهب تشیع علوی و بررسی همون اصول اعتقادی در مذهب دیگهی به نام تشیع صفوی که دوتا مذهبه و دوتا نهضته، انتها در قالبها و اسامی مشابه، و بعد مسئولیت شیعه بودن. این سخنرانی ما قبل آخر، مسئولیت شیعه بودن، خود به خود در مسئولیت شیعه بودن، شیعه بودن مطرح میشه و معنی میشه به اون شکلی که در این نظرگاه تلقی میشه. و بعد سخنرانی دیشب من و پریشب، پس پریشب، چه نیازی به علی هست که در پریشب شرح حال حضرت علی رو تقسیم بندی و فصل بندی کردم. فصل اول 23 سال برای مبارزه برای مکتب، فصل دوم 25 سال تحمل برای وحدت، و فصل سوم 5 سال تلاش برای عدالت. بنابراین سه شعار خلاصه همه زندگی علی است: مکتب و وحدت و عدالت. و دیشب بحث این که چگونه تاریخ و سرگذشت طبقه محروم در تاریخ به تشیع منجر شد در عنوان یک سرنوشت حکایت فردی. و طرح دیشب در این حال یک مسئله مهمتری ره مطرح میکنه و اون اینی که تشیع گاه در یک تنگنای حقیر و در رابطه بین شیعه و سنی مطرح میشه، گاه در یک زمینه و افق بسیار وسیع جهانی، بشری و تاریخ انسان بر روی زمین. بنابراین یک تشیع فرقه‌ای داریم و یک تشیع بزرگ انسان، یعنی در اشل انسان بحث میشه اون، و مذهب یک طبقه در برابر طبقه دیگه در مسیر تاریخه، و اون تشیعی که از آغاز تاریخ انسان شروع میشه تا به علی میرسه و بعد، در برابر اون تشیع فرقه‌ای که در تصادم بین شخصیت‌های تاریخی شکل می‌گیره در ذهن ما. و امروز عنوان سخنم عبارت است از علی بنیانگذار وحدت. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک تذکری بدم و او اینه که در اغلب این عنوانها یا مسائلی که تحت این عنوانها مطرح میشه یک چیز مشترکه، تقریبا مشترکه، و او اینه که غالب این مسائل که در تشیع مطرحه و در ذهن عموم جامعه کنونی شیعی مطرحه، درست این عناوین و این مسائلی که اینجا مطرح میشه برعکس اونه و در جهت ضد اونه. یعنی نه تنها این، برای خیلی از کسانی میگم که هم به من اعتراض دارم که چرا در یک چنین زمانی باز مسائل شیعه و سنی و مذهب و امثال اینا رو مطرح میکنه و خیال میکنن که من اون چیزی که هست
دارم توجیه علمی و منطقی میخوام بکنم. و همچنین جواب به اونایی که اساساً چون این زبان و اصطلاح با اون چی که او معتقده و پخش میکنه تو ذهنهای دیگران تشابه نداره، این اندازه انصاف نداره که بگه اون یک نوع تشیعی قائله و من یک نوع دیگه از تشیع. نه، تشیع فقط همون میدونه که خودش معتقده و به ارث رسیده بهش یا فرا گرفته، و هر کس با اون سلیقه و اون ذائقه هم سلیقه و هم ذائقه نباشه اساسا نه تنها شیعه نیست. یک جا شنیدم که یکی از مقدسین که نقل میکرد، همون دوست من که از قول او صحبت میکرد، که یکی از مقدسین و از پاکان به نام اون وقت گفته چون فلان جمله ره در کتابش نوشته که اون با عقاید عمومی شیعه متناسب نیست، پس زندیق و دهری و کافره. گفتم عجب آدم پاک و با تقوا و همچنین با شعور و همچنین با سواری بوده، هست ضربه. برای اینکه آدم اگر که با یک عقیده ای از شیعه معتقد نباشه دیگه سنی میشه، دیگه دهری و زندیق نمیشه. تمام این مسائل میبینیم برعکس اون چیزیست که در ذهن مطرح شده، و این نشانه همون حرف اولیست که در آغاز این سخنانم گفتم که بیش از همه مذاهب در دنیا اسلام رویه فعلیش با رویه قبلیش تضاد پیدا کرده و واقعیت موجودش با حقیقت مجهولش متضاد، نه مختلف. و بیش از همه فرقه ها در اسلام تشیعه که اون چی که بود با اون چی که هست فاصله از کفر و دین بیشتر افتاده، از کفر و دین. یک کتابی من این وقت چاپ میکردم، دارم چاپخانه، این فرصت نکرده بودم که خودم غلطگیری بکنم، دیدم این خیلی راحت اینا چیدن، می باشد هاره، نمی باشد چیده، نمی باشد هاره، می باشد، ولی جمله ها سر جاشه همش. این تشیع یک چنین تغییری پیدا کرده، تمام می باشداش نمی باشد شده، نمی باشدهاش باشد. دوره انتظار دوره مسئولیت سنگینتر انسانه، و دوره غیبت دوره مسئولیت شدیدتر عالمه، بعد شده دوره نفی مسئولیت و سلب مسئولیت از انسان و ناامیدی مطلق از هر کاری و بیهوده بودن هر عمل خیری. و یکی از اونا و یکی از اون چهره هایی که درست متضاد در مغز ما ترسیم شده، هم در مغز ما که معتقدیم و هم در مغز کسانی که منکرند، برای اینکه بسیاری از حقایق دگرگونه شده، گروهی بهش معتقدند، گروهی به اون حقیقت دگرگونه منکرند و هر دو در اشتباهند، و هر دو در اشتباهند. یکی هم اینه که هم خود ما به یک شکل معتقد شدیم و قانع شدیم، و هم دشمن و مخالف ما ما رو متهم کرده و میکنه که اساساً آغاز تشیع این صورت مسئله است، که اساساً آغاز تشیع آغاز تفرقه در میان امت اسلامی بود و اساساً بنیانگذاری نهضت شیعی در تاریخ اسلام، چه این بنیانگذاری نهضت
به حقیقت باشه چنان که ما معتقدیم، چه بر باطل باشه چنان که مخالفین ما معتقدند. برحال این بنیانگذاری نهضت بنیانگذاری تفرقه در وحدت اسلامی بود و تاریخ به این شکل به ما معرفی شده، هم به ما که معتقدیم و هم به اونهایی که مخالفن، که اساساً علی پس از مرگ پیغمبر چون مخالفت کرد و چون روی پای خودش ایستاد و چون به خلیفه مورد اتفاق مسلمین رأی نداد و در خانه به اعتراض و اعتصاب نشست و بیعت نکرد و در برابر او خود مدعی خلافت پیغمبر شد و حتی مدعی منصوب شدن از طرف پیغمبر یا توصیه شده از طرف پیغمبر، خود به خود علی آغاز کرد یک فرقه خاصی را و یک انشعاب خاصی را در درون حزب یک پارچه اسلام. انتها ما که شیعه هستیم به این انشعاب معتقدیم، میگیم انشعاب حق بود از باطل. اونها که با ما مخالفند بازم به این انشعاب معتقدند و میگن انشعاب باطل بود از حق، ولی در هر دو فکر این اصل مشترکه که علی بنیانگذار یک انشعاب بوده و تشیع مظهر یک تفرقه در وحدت اسلامی و در تاریخ اسلامه. الان ما معتقدیم که اونچه اهل سنت و جماعت میگویند باید باش مخالفت کنیم. و اونا معتقدند که ما شیعه علی رافضی هستیم، یعنی رفض کرده ایم، طرد کرده ایم چنگ زدن را به این ریسمان وحدت اسلامی و اون چرا که مورد اتفاق همه مسلمین هست. ما رفض کردیم، انشعابی هستیم. این بحث تاریخیه و نوع تلقی این واقعه و نقش حضرت امیر در تاریخ اسلام توی ذهن شیعش و یا مخالف شیعش. و اما امروز باز مسئله دیگه مطرحه به نام وحدت اسلامی. در این وحدت اسلامی گروهی جانب دارن از این فکر و گروهی به شدت مخالف. اونهایی که جانب دارند معتقدند که باید موارد اختلاف میان تشیع و تسنن را در مبانی اعتقادی و اصول و فروع فقهی برداریم و اینها را به هم نزدیک کنیم از نظر سیاسی، یعنی سیاسی تاریخی، و از نظر برداشت حوادث تاریخی و از نظر مبانی اصول و فقه که موارد اختلاف بین ما و اهل تسننه. این موارد اختلاف علمی و تاریخی را و جامعه شناسی را برداریم و به هم از نظر فکری و علمی نزدیک بشیم و مشابه هم فکر کنیم. این گروه غالبا روشن فکران جامعه های اسلامی هستند و غالبا کسانی هستند که به وحدت اسلام بیشتر تعصب می‌ورزند تا به
پیوند فرقه‌ایشون نسبت به مذهب خاصشون. از میان شیعیان کسانی که معتقد به این وحدتن، کسانی هستند که بیشتر دوست دارند مسلمان باشند تا شیعه، و یا به عبارت دیگه قبل از این که شیعه باشند معتقدند که باید مسلمان باشند، و اینا ارتباطشون در زمان حاضر از نظر فکری و احساسی با امت و قدرتی که به نام اسلام در دنیا وجود داره بیشتر است تا ارتباطشون از نظر فکری و احساسی نسبت به مبانی و اصول فرقه شیعه، که این اصول مبانی ما شیعه را از دیگر فرقه ها جدا میکنه. همین افراد از نظر فکری مشابه همین روشن فکران و کم تعصبان در مذاهب دیگه هم هست. در میان فرق مختلف اهل تسنن و حتی غیر اهل تسنن، از اسماعیلیه و زیدیه، نویسندگان، شعرا و متفکرین و روشن فکران بسیاری که شعار وحدت اسلام را تعقیب می کنند نیز کسانی هستند که تعصبشون نسبت به فرقه خودشون ضعیفه و تعصبشون نسبت به وحدت اسلامی قوی تر، و اینا بیشتر کسانی هستند که بیشتر تحت تأثیر جو امروز قرار دارند، با فرهنگ جدید آشنایی دارند و بیشتر تحصیلات یا مطالعات امروزی دارند و بیشتر پرورده وجدان و ضرورت و منطق قرن ما هستند تا محدودهای خاص تعصب‌آمیز و تنگ فرقه‌ای خودشان. چنان که مثلا من یک شیعه از اینجا به یمن اگر برم، یا به مصر یا به لبنان یا به الجزایر تونس، با زیدی یا با اسماعیلی یا با سنی حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی که ملاقات کنم، اگر اون تیپی باشه از نسل جوان دارای گرایش های اجتماعی شدید و جزء قشر روشن فکر و با احساسات ملی یا قومی یا طبقاتی یا ایدئولوژیک امروز، و کسی که آگاه است نسبت به جبهه بندی ها و منطقه بندی های جهانی در زمان حاضر و بیشتر در برابر قدرت خارجی و در برابر استعمار خارجی خودش رو احساس میکنه، وقتی که در برابر من قرار میگیره احساس میکنه که در برابر یک همفکر و همدین مشترک و متفقشون قرار گرفته، و مرا که از یک فرقه دیگه اسلامی هستم چنان میپذیرد که گویی هم مذهب او هستم. اما و با من بسیاری از مسائل مشترکی که بینمون هست مطرح میکنه. با هم و مسائل مشترک زیاد داریم، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر جهانی، از نظر مسائل استثمار، استعمار، مسائل فرهنگ، مسائل مذهب، اسلام، تاریخ، همه اینا و سرنوشت مشابهمون در جهان امروز، اینا وجوه اشتراک بین من یک تحصیل کرده امروزی از شیعه و یک تحصیل کرده امروزی از یک فرقه دیگه در اسلامه. وجوه مشترکمون به قدر زیاده و به قدر حیاتی و فوریست که اختلافات فرقه‌ای اصولا مطرح نمیشه برامون که لازم باشه حلش بکنیم. هرگز بین من و او فرصت این نیست وقتی که مسائل افریقا و مسائل اسلام در افریقا مطرحه و مسائل اسلام در آسیا مطرحه و اسلام در شرق مطرحه و اسلام در دنیا مطرحه، دیگه بین من و او این مسئله مطرح نمیشه که بشینیم
و بعد درباره این بحث کنیم که او به من حمله کنه که این مهره که تو برمیداری این بوته بیشک در آوردین، من به او حمله کنم که تو روی قالی اگر سجده کنی این اصلا نمازت باطله، اصلا به این مسائل نمیرسه. اما اینا ای تجربه های شخصیه، نه فقط مثال فرضی نیست. اما اگر در همین شمال افریقا یا در مصر یا در لبنان در یک کشور اسلامی دیگه در یمن پیش یکی از تحصیل کرده های قدیمه مذهب زیدی یا حنفی یا مالکی یا اسماعیلی برم، او قبل از این که مرا مسلمان ببیند مثل خودش مرا شیعه میبیند در برابر خودش، قبل از این که مرا یک همسرنوشت خودش در جامعه بزرگ اسلامی ببیند و همدرد خودش، کسی میبینه که در طول 1300 سال با هم دعوا داشتیم و این دعوا هنوز هم ادامه داره. همین حالت ده غالباً به طور معکوسش دارند، به طور معکوسش. شعار امروز اینه اونهایی که طرفدار وحدت اسلامی هستند معتقدند که موارد اختلاف فقهی و تاریخی را بیاییم بشینیم بحث علمی بکنیم حلش بکنیم به یک مذهب مشترک برسیم بعد اتحاد اسلامی تحقق پیدا کنه، این یک فکر مال این روشن فکرانه که گفتم. مال اون علما و تحصیل کرده های حوزه های قدیمه در این مذاهب مختلف که مقامات رسمی علوم فرقه‌ای خودشون هستند در مذاهب مختلف اسلامی، از شیعه اسماعیلی یا امامی یا زیدی یا مذاهب مختلف اهل تسنن، اینا معتقدن که نه تنها وحدت میان گروه های اسلامی، درست دقت بکنین این شعار اینا، وحدت میان گروه های مذهبی اسلام نه تنها امکان ندارد بلکه اگر امکان هم داشته باشد باید با آن مبارزه کرد، زیرا میان این فرقه ها فاصله و دشمنی و اختلاف اصولی و خصومت بیش از فاصله یکی از این فرقه های اسلامی است با یکی از مذاهب غیر اسلام، چون که امروز در بسیاری از این کشورهایی که فرقه های گوناگون اسلامی در کنار هم زندگی می کنند دیده میشه که یک فرقه اسلامی، فرقه مسلمان مستقیما در کنار یک فرقه دیگه مسلمان نمیتونه زندگی کنه و همزیستی کنه، و برای عدم تصادم میان این دو قطب یک فرقه غیر اسلامی ره مثل مسیحی میارن به عنوان پوشال این وسط میگذارن تا این دو مذهب اسلامی و این دو گروه مسلمان با هم تصادم پیدا نکنند. نظامی که در لبنان از نظر اجتماعی الان حاکمه این بحث رو کاملا مشخص میکنه که اونجا شیعه و سنی چون امکان تماسشون با هم و کنار آمدنشون با هم حتی از نظر زندگی اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد، همواره مسیحیت که بر هر دو حکومت میکنه، زیرا وقتی که یک سنی متعصب حاکم بوده
یا اینجور تجربه داشتن یا اینجور احساس میکنن. این بیشتر نسبت به شیعه ها کی نداره تا نسبت به مسیحی ها. برای اینکه یک سنی نسبت به مسیح و مسیحی کینه تاریخی و نفرت تاریخی نداره، اما نسبت به شیعی داره. این رافضیه، این نفی کرده اصحاب ره، این فحش میده به اصحاب پیغمبر. او که نمو اصلا بینا کار نداره، اون یک دشمن محبوبه، اما این یک خیشاوند دشمن و برادر مبغوض. سنی هم شیعه هم که رو کار بیاد و مسیحی و سنی زیر دست حکومتش باشن، باز با مسیحی به عنوان یک انسانی که از مذهب دیگه است با آرامی و آرامش رفتار میکنه، اما نسبت به سنی همه اون عهده ها و کینه های اجتماعی و تاریخی و مذهبیش رو نشان میده بیش یا کم. بنابراین دو فرقهی که با هم اختلاف حساب ندارند و میتونن با هم زندگی کنن، سنی و مسیحی، شیعه و مسیحیه، نه سنی و شیعه در درون اسلام. و این یه قانون اجتماعی شده. این ها معتقدن که نه تنها وحدت میان این گروه های اسلامی ممکن نیست، بلکه اگر ممکن هم باشد معقول نیست و باطله و پامال شدن حق و حقیقته و باید باش مبارزه کرد. این طرز تفکر که درست در نقطه مقابل طرز تفکر گروه روشنفکرانه، این روشنفکران یعنی انتلکتوئل ها به معنای اعم، یعنی گروه های فکری امروز، مقصودم این نیست که آدمایی که همه روشن فکر میکنن، چون توی اینا ممکن روشن فکر کنن توی اونا ممکن تاریک فکر کنن، ولی به هر حال به عنوان اسم این قشر، این گروه اجتماعی این الان در فارسی. درست در نقطه مقابل روشن فکران که اصولا تمام موارد علمی ره و اختلافات علمی و فکری ره میگن حلش بکنیم، اینا میگن نه تنها موارد علمی و فکری ره نمیشه حلش کرد، که اصولا ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم و اساسا برای کوبیدن هم حتی مصلحتمون ایجاب میکنه که اگر خودمون به تنهایی و مستقلن روی پای خودمون نیستیم، با تکیه به یک قدرت بیگانه علیه مذهب برادرمون در اسلام به دشمنی و مبارزه و خصومت برخیزیم. این تجربه در برابر اونها. من معتقدم که هر دو تز ناپخته و نادرسته. هر دو تز، یعنی تز روشنفکران، نظریه روشنفکران درست برخلاف مسائلی است که هم از نظر علمی یک حقیقت و واقعیت و هم از نظر اجتماعی ناپخته است و غیر ممکن و همچنین غیر معقول و غیر علمی. نظریه این گروه ضد اونها که پاسدار تفرقه و حافظ خصومت همیشگی میان فرق اسلامی هستند، اینها اضافه بر این یک غرض و مرض درش هست، یا مرض درش، یعنی واقعا این تعقلش کج فکر میکنه اصلا، یا غرض میدونه چه کار میکنه. میان اون وحدت که بیشتر جنبه احساساتی داره و نه بر پایه‌های علمی، و میان این تفرقه که بیشتر جنبه سیاسی و غرض‌ورزی و حسادت و کینه‌توزی داره و نه جنبه مصلحت اسلامی و حقیقت، یک راه سومی وجود داره. این راه سوم راهی است که اولین گامی که برش رفته شخص علی است. شخص علی است.
میان اختلاف و وحدت چه راهی وجود داره؟ راه علی. و عجیبه که این مسئله که من روش خیلی تکیه میکنم به دو دلیله. یکی این که الان در تمام جامعه های اسلامی به شدت یا ضعف این مسئله اتحاد گروه ها و فرقه های اسلامی مطرحه، در این 100 سال اخیر و حال نیز شدیدتر. یکی از این جهت روش تکیه میکنم و باید این مسئله برای ما برای همیشه حل بشه. یکی دیگه از این نظر که برای خود من بسیار این توجه هیجان انگیز بود، ناگهان متوجه مسئله شدم که اساسا نه تنها علی را و عمل اوره باید از نظر اتهامی که بهش میزنند و حتی خود ما میزنیم به این عنوان که او تفرقه در وحدت اسلامی ایجاد کرد، درست برعکس، نه تنها لازم نه تنها باید تبرئه کرد و تبرئه میشه، بلکه برعکس بنیانگذار و مبتکر فکر وحدت اسلامی میان گروه های مختلف العقیده شخص خود علی، شخص خود علی. در مقدمه یکی دیگه غیر از این دو مسئله سوم، مسئله شاید شخصی باشه، گرچه خب مسئله شخصی در اینجا وجود نداره، با اونه که دشنام ها و تهمت های فراوانی مصار شده، با اونه که یکی از اتهامات و لغزش های فکری من اعتقاد به وحدت اسلامی، این یکی از تهمت ها که میبندن تهمت های شیرینم. در مقدمه سلمان پاک من یک بحثی داشتم به نام تعدد ابعاد فهم اسلامی، یعنی همه افراد انسان خود اسلام ره که یک حقیقت واحدیه در قالب‌های ذهنیشون که باید بفهمند همه یک جور نمی‌فهمند و لازمم نیست که یک جور بفهمند، لازمم نیست که یک جور بفهمند. یکی از آقایان دانشمندان و مردم واقعا پاک بهش غایبانه ارادت دارم، شنیدم که با تعجب جایی گفته که حالا دو جور شیعه ادعاز درست شده، دو جور شیعه باز داریم ما، یکی شیعه علوی داریم یکی شیعه صفوی، باز شیعه هم دو جور شد. به عنوان انتقاد از من میخواستم عرض کنم که من دو جورش اونجا گفتم و الا خیلی جورهای دیگه هم هست، بیشتر از روش فرصت نبود بگم. چرا؟ مگر خود اسلام چند جور نیست؟ به خود عقیده خود شما میگی اسلام من اسلام علوی است، اسلام جعفری است، او اسلام مالکی است، او اسلام حنفی است، او اسلام اسماعیلی است، او اسلام حنبلی است. وقتی که اون اسلام 72 فرقه بتونه بشه و همه هم اسمش اسلام باشه، تشیع چرا نتونه بشه؟ و ثانیاً اگر هم در این تقسیم بندی من اشتباه میکنم، قبل از اعتراض باید شنید که چی گفتم. یکی از اشتباهات اینه که معمولاً عوضی میشه، یعنی مرحله انتقاد و مطالعه ره عوضی، یعنی اول دمدستی حمله میکنن و انتقاد میکنن، بعد اگر رسیدن مطالعه میکنن کتاب ره، اگر نرسیدن هم که لازم نیست دیگه انتقادش کرده. یکی از آیون در یک مجلسی 2-3 شب علیه کتابی حمله کرده بود و به شدت و بعد که این در این کتاب حق حضرت زهرا از بین رفته به کلی،
و بعد هم برای چرب کردنش روزه حضرت زهرا رو بی‌مناسبت خونده بود. بعد یکی از رفقا بهش گفته بود شما کتاب رو خوندین؟ همچی چیزی نیست آخه. گفت چرا آقا هست؟ گفت در کدوم صفحش؟ من خودم همش دمت رو خوندم میدونم اصلا. گفت که نخیر هست. گفت آقا شما مطالعه کردین؟ گفت که این آقای کیک به من قول داده بود که دیشب بیاره، نیاورده هنوز، نمیدونم چی شده، حتی تلفنم کردم امروز پیداش نکردم. یعنی گفتم حالا که خب پیداش نکردم اول ردش میکنم بعد میاره دیگه. در این مقدمه سلمان یک نظریه‌ای دارم که درست ضد اون نظریه‌ایه که الان دارم میگم، و از جمع این دوتا ضده که اون حرف اساسی میخوام بزنم. این مسئله وحدت اسلامی چون خیلی حساسه، من بی نهایت با موش کافی و دقت مطرح میکنم مسئله، گرچه خسته کننده باشه، و شما رو هم خواهش میکنم که این خستگی رو تحمل بکنین، برای که مسئله بسیار حساسه. دو مسئله خیلی حساسه توی این جامعه، خیلی خیلی. یکی اگر از صهیونیسم صحبت بشه بلافاصله دیگه باید گلوله ها رو بخورین از دهنهای بسیار متنوع و حساسیت ها، اونتها به اسمای دیگه و حرفای دیگه. یکی هم مسئله وحدت اسلامیه، این رو هم نمی بخشن بر آدم. اینه که خواهش میکنم با دقت و با صبر این حرف ره و نقص بیان من ره جبران بفهم. در اونجا میخوام این حرف ره بگم که اساساً وحدت علمی یک فاجعه است، مرگ علمه. هر جا در هر ملتی، هر مذهبی، هر حزبی و هر جامعه‌ای که وحدت علمی و وحدت قالب‌های اعتقادی به وجود آمد، علامت اینه که یا در اون جامعه استبداد فکری و اعتقادی وجود داره یا نه مرگ گریبانگیر اندیشه و فکر شده. از این دو صورت خارج نیست. جامعه زنده جامعه است که در آن همه عقلها می اندیشد، و بشریت اینجوره که هر عقلی به جوری می اندیشه و یک حقیقت واحد را به گونه تلقی می کنه که با تلقی دیگری فرق داره. گرچه من این حقیقت را به یک شکلی میفهمم و تو همون حقیقت را معتقدی مثل من اما به شکل دیگری میفهمی، و این اختلاف فهم ما در یک حقیقت واحد دلیل باطل بودن من یا باطل بودن تو نیست، هر دو بر حقیم، اما حقیقت در قالب‌های ذهنی من و قالب‌های ذهنی تو اختلاف شکل و اختلاف تصویر ذهنی پیدا کرده، هر دو بر حق. من مسلمانم، اسلام رو به این شکل معنی میکنم، تو هم که به شکل دیگه معنی میکنی مسلمانی، نه من زندیقم و نه تو و نه تو. من امام زمان رو به این شکل میفهمم، تو به اون شکل، هر دو معتقدیم، اما هر کدام در سطح ذهن و شعور و شکل فهم و سطح فهم و عمق فهم و رنگ روح خودمون، اینا با هم اختلاف داره. چقدر اختلاف داره؟ چقدر؟ گاه این مسئله خیلی مهمه برای اونایی که توی تحقیق علمی در دنیای امروز هستن، شورانگیزه، معجزه آمیزه. از نظر من توی اسلام بزرگتر از این سخنی برای علم و روح علم وجود نداره.
و اون سخن خود پیغمبره که من و تو هر دو به یک حقیقت معترفیم و هر دو هم بر حقیم، اما جوری که من این حقیقت را میفهمم درست بر ضد اون جوری است که تو میفهمی، بر ضدش، نه با هم اختلاف کمی داشته باشم، بر ضدش. چقدر بر ضد؟ به اندازه‌ای که میبینم تو مثلا به خدا معتقدی یا به علی معتقدی، منم به خدا معتقدم به عنوان یک خداپرست و به علی به عنوان یک شیعه، اما میبینم تو یک جور خدا رو بررسی و تشریح میکنی و معنی و علی رو یک جوری میفهمی که من تو رو یک کافر مرتد تلقی میکنم و یا تو مرا یک کافر مرتد تلقی میکنی. اما پیغمبر میگه که هر دو بر حقند، هر دو بر حقند. اختلاف بینش و سطح مشرب علمی رو ببینین که این بابای فعلی که به نام اسلام سخن میخواد بگه از یک کسی که تمام زندگیش، همه شخصیت علمیش، همه جوانی، سعادتش، پیریش، خانوادش، همه چیزش در خدمت یک مذهبی گذارنده و وقف کرده، یک جا در یک خط اگر منحرف شده باشه به این معنا که نه از حقیقت، از ذائقه او آقا، نه فقط نمی بخشه برو اون خطاره که اصولاً وجود داشتنش تحمل نمی کنه و اگر دستش برسه پوست میخواد بکنه آدم رو، تو اونجا همچی چیزی تو گفتی. یکی پیغمبر که میفرماید لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان فقط کفتره یا فقط قتله. اگر ابوذر، یکی ابوذر یکی سلمان، در مسلمان بودن هیچ کدامشون کسی دیگه نمیتونه شک کنه و در این که پیغمبر هر دو مثل دو چشمش دوست داشته و در برابرهای هر دو ستایش های بزرگ کرده، این اصلا شخصیتشون معلومه، او رو با یکی دیگه نسنجیده که بگیم نه اختلاف اصلا ایمان داشتن، نخیر، هر دو در اوج ایمان و نمونه اعلای یک مسلمان هم. اما اسلامی که در قلب ابوذر فهمیدن ابوذر می گنجه با اسلامی که در ذهن و احساس و ادراک سلمان می گنجد و وجود دارد اختلاف به قدریست بین این دو اسلام که هر دو هم اسلامه، که اگر ابوذر خبر پیدا کنه که سلمان اسلام را چگونه فهمیده، نبوت چجور معنی میکنه و خدا را چجور ادراک کرده، فوری او را تکفیرش میکنه یا در روایت دیگه هست که فوری او را میکشه اصلا به عنوان کافر و مرتد. اما هر دو ابوذرن و سلمان. چرا؟ برای این که اعلام این حرف ارزشش عبارت است از امکان دادن به همه اندیشه ها و عقل ها که در صحنه حرکت و خلاقیت و پیشرفت و پرورش فکری و معنوی آزاد تلاش کنند و جولان داشته باشند. این که اعتراف بکند شخص پیغمبر اسلام نه در یک مسئله علمی بلکه در یک مسئله اعتقادی اقرار بکند که یک حقیقت دینی در دو ذهن ممکن است فاصلش بین کفر و اسلام باشه، اما هر دو اسلام است، هر دو بر حق و اون دو هر دو مسلمان بزرگ، این اعلام این اصل
اصل آزادی اندیشه، آزادی تحقیق، آزادی برداشت و استقلال فهم برای هر فهمیده متفکر و جلوگیری از یک نواخت فهمیدن و تقلید عقلی، یک عاملی است که اگر در میان مسلمان ها می توانست ادامه پیدا کند، تمدن امروز را ما نه در 300 سال پیش بلکه در 1000 سال پیش می داشتیم. برای که تمدن امروز از وقتی به وجود آمد و همه این علومی همه پیشرفت کرد و این همه کشف و اختراع و این همه اسراری که ناگهان در دسترس بشر از طبیعت و از انسان قرار گرفت، فقط و فقط معلول این است که بند یک نواخت و یک نواخت اندیشی و قالبی فکر کردن دوران قرون وسطا را از سر عقلها برداشتند و عقلها را آزاد کردند و تحقیق را آزاد کردند و به هر کس گفتند تو حق داری در هر رشته‌ای که کار میکنی، از دین گرفته تا میکروب و اتم و انسان و مغز و استخوان و فلسفه، هرچی میتوانی آزاد بیندیشی، از کسی بیم نداشته باشی، کسی در تفتیش عقاید تو را نسوزانه، محکومت نکنه، مجرمت نشناسه، کافرت نخانه، تفسیق و تکفیر نکنه، به دست عوام و ناست نسپاره، و تو آزادی که در هر یک از این رشته ها آزادانه تحقیق کنی و به هر نتیجه که رسیدی، ولی اون نتیجه برخلاف نتایج علمای دیگه باشه، برخلاف طرز فهم و نتیجه گیری همه علمای گذشته هم اگر باشه، حق داری نتیجت اعلام کنی و به مردم بگی. و به این شکل بود که یک مرتبه قرون وسطا که آقای پاپ فقط فکر میکرد با کاردینال های دوره برش و فکرهای دیگه همه دیکته نویس بودن، یک عقل کل بود که فکر میکرد به عقلای دیگه دیکته میکرد، و بنابراین در قرون وسطا یک یا چند عقل بود که همش فکر میکرد و اون عقلا معلومه که چقدر میتونه بازده داشته باشه، و عقلی که تصادم نداشته باشه و عقلی که با مخالف در نیفته و فکری که دشمن نداشته باشه پوسیده است و میپوسه. همون قانونی که به عنوان تنازع بقا و برای پیشرفت در حیوانات هست، در فکرها و اندیشه ها هم هست. اگر خداوند میخواست تمام مردم جهان را، این سخن قرآنه، یک امت یک نواخت می ساخت، یک نواخت، اول هم مردم جهان یک نواخت بودند در دوره حیوانیشون، پیامبران که آمدند اندیشه ها را برشوریدند و گنجینه های فطرت را به قول حضرت علی استخراج کردند و هر عقلی همچون جسدی از گور یک نواخت قالبی خودش برشورید و در این محشر عقلها و اندیشها و قیامت افکار بود که بعد حرکت ایجاد شد، اختلاف فکری ایجاد شد و تصادم ایجاد شد و این تصادم قدرت داد و باطلها رو نابود کرد و حقیقتها رو پیروز کرد و بعد تکامل بخشید و تکامل بخشید تا فرهنگ و معنویت بشری به اینجا رسیده. در یک کلاس نمونه است برای شما که دانشجو هستین یا بودین، در مدرسه معلم ره میامد سر کلاس، از اون کلاسایی که آقای ناظم خیلی میپسنده، تمامی شاگردها دنباله صندلی هاشون بودن، یعنی 45 تا صندلی مثلا عرض داشته، 45 تا هم شاگرد عرض دنباله صندلی، اینا فقط و فقط درست مثل که یک دست فنری دم کلاس باشه که تا آقای معلم پاش میذاره اینا فوری پاشن، همه یک نواخت پاشن، یک نواخت بشینن، بعد هم یک دفتر و یک خودکار رو
ایشون هم دیکته بگه اینا هم بنویسن، اون پرستنده اینها گیرنده. یک نفر فکر میکنه در این کلاس، اون کلاس نیست، کلاس نیست، اندیشه در اونجا مرده است، مرده است. یک لش علم که منتقل میشه در تابوت حافظه ها، اما کلاس زنده کلاسیه که معلم و شاگرد و شاگردها در یک تصادم دائمی با هم در اندیشیدن هست. و این کلاسه که بعد از 10 جلسه و 20 جلسه و 30 جلسه احساس میکنه دانشجو که میتونه با همین دانشجویی که وقتی معلم میگفت پاشو فوری رنگش میباخت، حالا میتونه با معلمش کشتی بگیره و 2 ساعت با او ور بره. از نظر فکری معلوم میشه که پرورده شده، معلوم میشه که یک شخصیت وجود آمده، یک اندیشه. و معلوم میشه که بعد از 10 جلسه این 40 تا شاگرد به اضافه یک معلم شدن 41 متفکر. اما به اون شکل دیکتهی بعد از 40 سال میشه 41 رأس که یک آدم بیشتر توش نیست. اونه دیگه نسخه همون یکی هست. دیکتاتوری برای چه بده؟ به قول روسو برای چه بده؟ برای این که در آن یک تن می اندیشد و دیگران حق اندیشیدن ندارند. این است که یک جامعه تبدیل به یک تن میشه برای یک مغز. اما وقتی آزادی قلم و اندیشه هست، به میزان تنها عقل وجود داره و شخص وجود داره و در تصادم اینهاست که فرهنگ و تمدن به وجود میاد. اختلاف درست ببینید، این برداشت شخصی من نیست، اختلاف در همینجا هم انتقاد کردن از من که آقا این معنی نداره این روایت. گفتم بله این روایت این معنی نداره، لابا یک معنی که داره که خب تو بگو. یه ما نمیدونیم، خب نمیدونی که خب باز نگو دیگه. نمیدونم که دیگه ادعا نداره که. چه معنی دیگه جز این میتونه داشته باشه که میگه اگر ابوذر اسلامیه که توی قلب سلمانه، اگر بفهمه که چجوریه سلمان رو میکشه، چه معنی دیگه داره این؟ میخواد بگه سلمان کافره؟ میخواد بگه ابوذر آدم بیشعوریه هیچی نمیفهمه؟ میخواد بگه ابوذر سطحش پایین عامیه و سلمان خیلی نابغه است؟ یا میخواد بگه نه، 2 تا برداشت و 2 تا تلقی وجود داره از اسلام و این 2 تا تلقی با هم خیلی فاصله دارند و بیگانه هند و هر 2 اسلامه؟ جزی چه معنی میتونه داشته باشی؟ و بسیاری از موارد دیگه این مسئله رو تأیید میکنه. اختلاف، درست دقت بکنیم به این اصل، اختلاف علماء امتی رحمه، یا ان فی اختلاف علماء امتی رحمه. بیش از چند جور، 7-8 جور این روایت از قول پیغمبر نقل کردن، حتی اسناد خود ما. در یه جا هست که علما نداره، اختلاف امتی رحمه، که من فکر نمی کنم این باید داشته باشه، علما دیگه. اختلاف میان دانشمندان ما نمیگه مصیبت نیست، نمیگه اشکالی نداره، میگه رحمته، رحمته. و این یه قانونیه به نام قانون تضاد، عامل هر حرکتی و هر تکاملی، قانون تضاد. بنابراین این تز که باید میان من و تو مذهبی که میفهمیم یک مذهب قالبی بخشنامه‌ای دیکته شده باشه، این بحث اساساً بحث علمی نیست، گرچه شعار روشن فکران شده. یعنی من به عنوان یک عالم و تو به عنوان یک عالم
دو جور برداشت میکنیم سقیفره، انتخابات سقیفره. این یک بحث تاریخیه، من یک مورخم، تو یک مورخ دیگه ای. تو میگی اساسا اختلاف در سقیفه به وجود نیامد و علی مخالفتی نداشت. بس من میگم اختلاف به قدر شدید بود که علی اونا رو قاصب و کافر میدانست حتی از دین. ممکنه من بر باطل باشم یا تو بر باطل باشی، و ممکنه فردا من نظرم تصحیح کنم یا تو نظرت تغییر بدی یک جور دیگه بشه، یا اصلا معتقد به هم بشیم. به هر حال من و تو باید آزاد باشیم و آزاد بمانیم که مسائل علمی ره و منطقی ره و برداشتهای مذهبی مونده و نوع تلقی مونده از دین از نظر علمی آزادانه و محققانه داشته باشیم و رو به تکامل و پیشرفت بریم. چون این مسئله باز یکی از اعتراضات همیشه اینه که آقا دین یک حقیقته، هر کسی که نمیتونه یک چیزی بگه. میگم دین یک حقیقته ولی هر کسی میتونه یک جوری بفهمه. مگر طبیعت یک واقعیت نیست؟ چرا هر کسی یک جوری اون رو میفهمه؟ و طبیعت هم هست. مذهب خود قرآن یک تکه از هستی است، وجوده، مثل یک منظومه است. هر کسی مفسری یک فیزیکدان قرآنه که باید اون رو بر اساس تحقیق و متد و برداشت خودش بفهمه و اون رو آزاد گذاشت در نوع فهمش و برداشتش.